زنان اشرف همان امیدی هستند که در امتداد نگاه دخترکان ایرانی‌اند که به آسمان دوخته شده و یاری رسانی را طلب می‌کنند. این زنان پرده سیاه و سکون و یأس را در هم نوردیدند، سقف‌های حماسه و اسطوره را شکافتند و خود را به نام نسل تسلیم ناپذیر به سقف رساندند. هر اینا فقط ایمان ما رو نسبت به راه ما قوی تر میکنه. اینان که رزم رو معنو کردن از همان سرزمین اومده بودن با لمس همان درد، اما ایمانشان بر درمان بود. تصویر سیاه درد را دیدند و خود نوری برای روشن و بخشیدن به آن شدند. من تو شهر اشرف بود که گم شدم رو پیدا کردم. حالا امیدهام و امیدهایی که از دست داده بودم رو دوباره به دست آوردم. حالا اینجا همراه زنانی شدم که همه اونها برای مبارزه با این گرگ ها برخواستن. وقتی که دید تنوره میکشه، وقتی که دشخیم برای جنایت سر از پا نمیشناسه، تنها کلمه، تنها راه خوشا فدا. این چنین است که سمبول خوانده میشود، امیدها را به جانب خود فرا میخواند و راهی به سوی نور را برای همه فریاد می کند. این ارمغان و بشارتی به زنان در بند ایران. این زنان نیروی پیشتاز و نیروی تغییر و جواهرات بی همتا و گنجینه فناناپذیر کاردار 100 ساله ملت ایران برای آزادی و تضمین پیروزی هستند. یکی از فرازهای مقاومت را امسال در 19 فروردین و در قهرمانی‌های زنان اشرفی دیدیم. زنان قهرمانی مثل سبا و مهدیه، آسیه و نسترن، فاطمه و فائزه و شهناز و مرضیه که الگوی نوینی از زن مجاهد خلق در حماسی‌ترین نبرد ارائه کردند. به این ترتیب هر کدام به سوگند پالداری و ایستادگی این نسل